بسم الله الرحمن الرحیم. در این ریکورد ما شما طریق انستالیشن درایور ها، هارد فیکس ها و پچ ها را بالای یک ایمیج ویندوز می خوانیم. هدف ما از ایمیج امو ایمیجی است که کتی سی دی ویندوز می آید که در داخل از اون چندین ایمیج از ویندوز را ما شما می داشته باشیم. مثلا اگر ما شما سی دی را خریداری می کنیم، در داخل اون سی دی را که ما شما خریداری می کنیم، مثلا در این قسمت هست، ما ریماونت کردیم با سیستم. در اوجه ما شما در قسمت سورسز یک فایل داریم به نام install.wim که در داخل install.wim که ویندوز ایمیج هست، ما شما هم تمام ایمیج های ویندوز خود در ایمیج داشته باشیم. مثلا وقتی ما ویندوز سرور انستال میکنیم، چهار آپشن داریم ما شما، که یکی استاندارد سرور کور هست، استاندارد دسکتاپ اکسپریانس هست، دیتا سنتر دسکتاپ اکسپریانس و دیتا سنتر سرور کور ما شما می داشته باشیم. اینا هم چهار ایمیج تماما در داخل همین یک ایمیج قرار داره که به نام install.wim هست. پس ما شما میتونیم که با استفاده از امی ایمیجی که در اینجا داریم، میتونیم به صورت آفلاین بالای از این درایور ها را، هارد فیکس ها، پچ ها را انستال بکنیم. پس ما شما میتونیم اینجا ایره کپی بگیریم، ببریم در داخل درایوی که در اینجا هست، بخاطر از اینکه در اونجا تنها رید اونلی میباشه، ما شما نمیتونیم که بالای از این چیزی را اد بکنیم. در این قسمت من یک فولدر میسازم به نام ایمیج و ما شما در این قسمت میایم و فایل خود را پیست میکنیم. همچنان در داخل سیری که میای سیری ویندوز سرور 2016، به خاطر نانو سرور هم یک ایمیج وجود داره که او را به نام نانو سرور دات ویم یاد میکنه. پس ما شما ایره هم کپی میگیریم، میاریم در این قسمت، در قسمت ایمیج اینا را پیست میکنیم. خب بخاطر از اینکه ما شما به صورت آفلاین کتینا کار بکنیم، مایکروسافت یک تول سر فراهم میکنه به نام دزیم که میتونیم ما شما توسط دزیم که مخفف دپلویمنت ایمیج سرویسینگ اند منیجمنت هست، توسط این میتونیم به صورت آفلاین ما شما بالا یک ایمیج خود انستالیشن انجام بدیم. در اینجا ما شما اگر بیاییم دزیم بک سلاش یا فورورد سلاش علامی سوالیه را تایپ بکنیم، در این قسمت در مورد خود کمند دزیم به ما شما معلومات میده. مثلا ما میتونیم توسط دزیم امی ایمیج را که داریم او را در سیستم خود ما شما ماونت بکنیم و بعد از بالای از انستالیشن انجام بدیم. میتونیم او را ری ماونت کنیم، ان ماونت بکنیم یا کمیت بکنیم، چنجسی که میاریم ما شما در سیستم میتونیم ما شما پس از دزیم استفاده بکنیم. دزیم به خاطر از امی استفاده میشه. اما دزیم که هست یک تولز یا یوتیلیتی بسیار قدیمی هست که در خود سی ام دی ویندوز وجود داشت. در خود پاورشل هم کماندای وجود داره که ما شما هر دوی ای آپشن را دیجا کور میکنیم. ما شما اولا از دزیم کار میگیریم. توسط دزیم ما شما میتونیم در مورد ایمیجی که در سیستم داریم در مورد اون معلومات به دست بیاریم. به خاطر ما شما میگیم دزیم ماینس ایمیج انفو. اگر ما شما میگیم دزیم ایمیج انفو، ای در مورد ایمیجی که ما شما در سیستم داریم با در مورد ما شما معلومات میده. مثلا ما ایمیج فایل را برش معرفی میکنیم که ایمیج فایل که ما شما داریم در این مسیر هست. پس ما شما میتونیم ایره کپی بگیریم، پس از اون میتونیم در اینجا ایره پیست بکنیم و بعد از اون میتونیم که ایمیج را برش معرفی کنیم که کدام ایمیج هست. ما شما یک ایمیج داریم به نام install.wim. پس در مورد از این میخواییم که ما شما معلومات بدست بیاریم. حال دیگه ما شما نشان میده که ایمیج را که ما شما داریم در داخل از این چهار ایمیج دیگه وجود داره. نظر به ایندکس هایش، ای اولین ایمیج است که ویندوز سرور 2016 استاندارد هست و این سرور کور میباشه. ایندکس دومی ویندوز سرور 2016 استاندارد دسکتاپ اکسپریانس هست. ایندکس سومی 2016 استاندارد سرور کور میباشه و ایندکس چهارمی دسکتاپ اکسپریانس دیتا سنتر می باشه. پس اینجا ما شما دیدیم که ایمیج را که ما شما در داخل سی دی داشتیم در قد انستال دات ویم، این چهار ایمیج دیگر را در داخل خودش داره. اینال به خاطر از اینکه ما شما مثلا یک اپدیت را بالای یک از ایمیج ها انستال بکنیم، ضرورت است اول اون رو در سیستم خود ما شما ماونت بکنیم. دزیم نه تنها اپدیت ها را انستال کرده میتونه، بلکه ما شما میتونیم که درایور پک ها را، لنگویج پک ها را، فایل و فولدر ها را، اینا را تمامش میتونیم دیگه اد بکنیم، دیلیت بکنیم و همچنان میتونیم ما شما توسط خود دزیم بعض از فیچرهایی که اپراتینگ سیستم وجود داره اونا را انیبل و دیسیبل بکنیم. به خاطر خیلی ما شما اول ضرورت داریم که یک از ایمیج هایی که در داخل انستال دات ویم هست او را در سیستم خود ماونت بکنیم. به خاطر ما میایم در این قسمت یک فولدر دیگه میسازیم به نام ماونت که باز ما شما در اینجا ام ایمیج که میخوایم بالایش اپدیت ها را انستال بکنیم، در این مسیر رو میخوایم ما شما ماونت بکنیم. خب در این قسمت ما شما میاییم اول صفحه را پاک میکنیم، cls. خب میگیم دزیم backslash mount image. توسط mount image ما شما میتونیم که ایمیج را ماونت بکنیم. اگر دیگه ما شما یک علامه سوالیه بزنیم، هلپ همین قسمت را ما شما نشان میده.
پس ما شما میتونیم توسط ماونت ایمیج ایمیج خود ماونت بکنیم. ما شما میایم ایمیج ماونت میکنیم، میگیم ایمیج فایل ما که هست در مسیر درایو اچ هست و در اون مسیر یک فولدر وجود داره به نام ماونت که ما شما میتونیم در قسمت هم رو ببینیم. پس ما شما میتونیم میره کاپی بگیریم از اینجا و در این قسمت ایره میتونیم ماشما پیست بکنیم. در این مسیر ما میگیم ایره به ماشما ماونت بکنیم. ماینس ایندکس ماشما میتونیم توسط از این همون ایندکسش مشخص بسازیم. مثلا ما میخواییم ایندکس چهارم در سیستم خود ماونت بکنیم و در اینجا ماونت دایرکتوری رو برش مشخص میسازیم که در کدام مسیر رو به ماشما ماونت بکنه، ماونت دی آی آر. پس ما شما اینجا دایرکتوری رو برش مشخص میسازیم که در ماونت ایره ماونت بکنه. در این قسمت ما شما میاییم ایمیج فایل خود برش معرفی میکنیم که ایمیج فایل ما شما در مسیر ایمیج و باک سلاش ما شما میتونیم که همو انستال دات ویم را بگیم به سیستم با ما شما ماونت بکنیم. پس انتر میکنیم. در این قسمت امی ایمیج را بر ما شما از امی ایندکس چهارا میشه یعنی دیتا سنتر ریجستراب اکسپریانس را میگیره و در سیستم ما شما ایره با ما شما ماونت میکنه. خود این قسمت میبینیم که آل ایمیج ما شما ماونت شد. پس ما شما میتونیم که تی کار بکنیم. اگر ما شما در این مسیر بیاییم در مسیر ماونت، ایمیج ما شما در این قسمت ماونت شده. تمام فایل هایش که هست ما شما نشان میده که پروگرام فایلز هست، یوزرز هست و ویندوز هست. پس ما شما میتونیم آل بالای یا اپدیت ها را انستال بکنیم. خب آل این قسمت ما شما میایم اولین دفعه انستال درایور ها را کار میکنیم که چطور ما شما بتانیم که بالا یک ایمیج که آفلاین هست درایور ها را انستال بکنیم. باز هم میتونیم که از امو یوتیلیتی دزم کار بگیریم. پس این قسمت ما شما ایمیج خود معرفی میکنیم که بالای میخواییم یک درایور را انستال بکنیم. پیش از اینکه ما شما بالای ای ایمیج درایور را انستال بکنیم که ایمیج ما شما در مسیر درایو اچ در قسمت ماونت قرار داره، پس باک سلاش ماونت میگیم. میتونیم اول معلومات بگیریم که بالا یک کدام درایور ها از قبل انستال شده. ما شما میتونیم در قسمت بیایم بگوییم get drivers و ما شما درایور هایی را نشان میده کدام درایور ها از قبل انستال هست. خب در قسمت ما شما میبینیم که image version رو ما شما نشان میده و میگه که هیچ درایوری در این انستال نیست. بجز از نیتیو درایور های ویندوز درایور اضافی در این انستال نشده. پس ما شما میتونیم که دیگر درایور هایی را بالای این اد بکنیم. به خاطر اد کردن درایور ها ما شما ضرورت داریم که فایل INF را داشته باشیم. دقت خود درایور های ما شما INF فایل ها یا ویندوز انفورمیشن فایل ها می باشند که ما شما میتونیم ایره توسط دزم انستال بکنیم. ما نمیتونیم توسط دزم اگزی فایل ها را انستال بکنیم، باید اکستنشنش INF باشه. در قسمت ما چند درایور را به خاطر ادپتر های لند دارم، امور ما شما میایم در قسمت بالایی انستال میکنیم که فایل های انش هست و حتی سرتیفیکیتش هم وجود داره. به خاطر اینکه ما شما یک درایور را انستال بکنیم بالایی، پس میگم دزم ایمیج ما شما ایمیج خود معرفی میکنیم، جایی که ماونت کردیم رو باید برش معرفی بکنیم که در قسمت ماونت ایمیج ما شما ماونت شده. پس بعد از اون ما شما میتونیم که اد درایور بگوییم. توسط اد درایور ما شما میتونیم یک درایور جدید را بالای همی ایمیج اد بکنیم. دیگه ما شما درایور میگیم و پدی که درایور های ما شما قرار داره او را معرفی میکنیم که هم در درایو اچ هست در فایل به نام درایورز. میتونیم در قسمت ما شما ببینیم در درایو اچ هست و درایورز نامش هست. پس ما شما میگیم درایورز، حال انتر میکنیم. چقدر درایور هایی که در می فولدر وجود داره تمامش ما شما انستال میکنه. دیگه خود این قسمت درایور نمیشناسه. پس ما شما میتونیم در قسمت اسپلینگی اشتباه هست، پس ما شما میگیم درایور. دیگه میبینیم که درایور هایی را که ما شما دو درایور را که در سیستم داشتیم که یکی 2660-86 و دیگه فایل نت جی بی 6 بود، یکی فایل هست و یک ای فایل هست. هر دو اینا را بالای امی ایمیج اد کرده. اگر ما شما کمند قبلی را که بخاطر دریافت درایور ها چی کردیم گیت درایورز کدام درایور های انستال شده، اگر رن بکنیم همین او را با ما شما نشان میده که در سیستم انستال. خب پس این قسمت با ما شما نشان میده که دو درایور نصب شده.
هر درایور را که انستال میکنه برای او نام OEM را با یک ایندکس میگه. مثلا اولینش OEM 0.INF است، دومش OEM 1.INF است که هر دوی درایور ها در سیستم ما شما انستال شدن. همچنان ما شما میتونیم پس درایور هایی که انستال شده باشه اونا را ریموو بکنیم. بخاطر از اینکه ما شما درایور های انستال شده را ریموو بکنیم، اولا ایمیج خود را برش معرفی میکنیم. ایمیج ما شما در درایو H هست، در فایل ماونت ما شما را ماونت کردیم. پس ما شما میگیم که ما میخواییم که یک درایور را ریموو بکنیم، میگیم ریموو درایور و پس از اون ما شما هم درایور خود را برش معرفی میکنیم که کدام درایور را از سیستم ریموو بکنه. پس ما شما میگیم مثلا یک از درایور های را ریموو بکنه. ما شما در درایو H داشتیم و در او قسمت ما شما یک فایل داشتیم به نام درایورز. در اوجه نام درایور ما شما اینا انتخاب میکنیم. مثلا میخواییم که این درایور پس دوباره از سیستم ریموف شد، کنترل C میکنیم و در اینجه پیست میسازیم شد. حالا این از سیستم ما شما پس ریموف میکنه. خب میبینیم در اینجا به صورت سکسسفولی این ریموف شد. اگر ما شما کمند قبلی رو تایپ بکنیم که در مورد درایور ها معلومات میداد، پس فعلا باید یک درایور نشان بده که وجود داره و دیگریش ریموف شد. پس اینجا ما شما میبینیم که تنها یک درایور فعلا در سیستم ما شما انستال هست که اون netgb6.inf هست. پس ما شما صفحه رو کلیر میکنیم. به این شکل ما شما میتونیم که درایور ها رو انستال بکنیم. این یک روشش. روش دیگه ای است که ما شما از کمند های پاورشل کار بگیریم. کمند های پاورشل که است دزم هم مدل دزم کمند های پاورشل رو هم ساختن. اگر ما شما بگیم گیت کمند ماجول جایی که دزم وجود داره، در این قسمت با ما شما این ماجول رو نشان میده. پس تمام اینا کمند های پاورشل هستن که ما شما میتونید داخل پاورشل از اینا استفاده بکنیم. پس ما شما در این قسمت میایم این دفعه با استفاده از کمند های پاورشل یک درایور را بالای ایمیج انستال میکنیم. میگیم گیت ویندوز، بعد از او پد برش معرفی بکنیم در کدام پد که ایمیج ما شما قرار داره که در درایو اچ بود به نام ایمیج بود یا ما شما را ماونت کرده بودیم به نام ماونت. از این قسمت ما شما نشان میده کدام درایور ها انستال هست. خب قسمی که دیگه ما شما میبینیم یک درایور انستال هست که OEM 1 هست و همون درایوری است قبلا ما شما ایره انستال کرده بودیم. ما شما میتونیم که درایور را ریموو هم بکنیم یا درایور های دیگه را ما شما میتونیم که دیگه انستال بکنیم. به خاطر از اینکه ما شما یک درایور جدید را انستال بکنیم، ما شما میتونیم از کمند add windows driver استفاده بکنیم. add windows درایور و پس از ما شما میتونیم که پاد یا مسیری که درایور ما شما هست، پاد یا مسیری که ایمیج هست رو اول باید برش معرفی بکنیم. پس ما شما میگیم که این در مسیر درایو اچ قرار داره، در فایل ماونت هست. پس بالایی یک درایور را انستال بکنه. درایور را که ما شما میخواییم در این انستال شوه، پاد از رو برش معرفی میکنیم که هم در درایو اچ هست و در اوجه ما شما درایورز را داریم. پس ما شما میتونیم که یک از درایور هایی که در وجود داره انستال بکنیم یا تمامشان را انستال بکنیم. پس اینجا انتر میکنیم. خب در این قسمت ما شما میبینیم که دو درایور در این انستال شد که یکی OEM 0 هست که امو درایور قبلی ما شما هست و این دیگه از قبل انستال بگیره هم دوباره انستال کرده. حالا اگر ما شما کمند گیت ویندوز درایور بگوین دیگه مهمان شما نشان میده که چند درایور انستال هست. پس ما شما فعلا میبینیم که دو درایور در سیستم ما شما انستال شد. میتونید توسط کمند remove windows driver پس دوباره او رو ما شما remove بکنیم. پس اگر ما شما میگیم remove windows driver میتونیم امو را remove بکنیم. پاد یا مسیر را که image ما شما قرار داره که در drive H هست در فولدر ما رو برش معرفی میکنیم و بعد از او درایور رو برش معرفی میکنیم که کدام درایور رو میخواییم ما شما از سیستم خود ریموو بکنیم. مثلا ما میگیم در درایو اچ هست، در پاد درایورز هست. تمام شاید اگر میخواستیم ریموو بکنه پس انتر میکنیم. در این قسمت چقدر درایوری که دیگه وجود داره پس از امی اونا از سیستم ریموو میشن. خب ما شما میتونیم که هر درایور رو به صورت جداگانه جا برش معرفی بکنیم. پس این قسمت میایم ما شما یک ایره معرفی میکنیم برش که هم از اینجا ریموو شوه. خب در قسمت میبینیم که اگر ما شما حال بگوییم گیت درایورز
پس یک درایور رو شما ریموف کردیم، تنها یک درایور دیگهش باید باقی مانده باشه. دیگه میبینیم که یک درایور باقی مانده. پس میتونیم توسط کماندای پاورشل هم بالا یک امیج ما شما درایور ها را یا اپدیت ها را اینستال بکنیم. خب دیگه صفحه رو ما شما کلیر میکنیم.